کسی <applause> <اجرای> حق... <تسجز> <سجز> از سعید مرتزوی خبر ندارد این پاسخ غلام حسین محسنی اجهی به یک سوال مشخص بود اینکه چرا حکم دو سال حبس سعید مرتضوی در خصوص پرونده کهریزک پس از چند ماه اجرا نمی شود سخنگوی قوه غذایی از گم شدن شخصی خبر میده که به گفته مصطفی ترک وکیل پرونده تأمین اجتماعی مرتضوی حتی در هنگام محاکمه و دادرسی با محافظانش که بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی او را همراهی میکردند در دادگاه حاضر میشد او تاکید میکنه این محافظان مواجب خود را از دولت میگیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشه و 24 ساعته انجام وظیفه کنه توقعی مسئولین هستش که خب مردم اعتماد کنند وقتی یه چیزی گفته شد حالا چرا قوه قضایی از او بیخبره سوالی است که در یکی دو روز گذشته بسیاری به دنبال پاسخش هستند در جلسه اول همونطور که در رسانه ها هم منعکس آذر ماه سال 96 دادستان سابق تهران در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در قطع در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شد البته حکم او پنج سال بود که به دو سال کاهش یافت در همین ارتباط میرمجید تاهری وکیل مدافع خانواده محسن روال امینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در پاسخ به این سال که آیا احتمال متواری شدن مرتضوی وجود داره گفت وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکمش به او ابلاغ شده اما خود رو معرفی نمیکنه آیا با فرار کردن فرقی داره؟ روزنامه آرمان امروز هم در گزارشی به همین موضوع پرداخته اینکه آیا سعید مرتضوی گم شده حسام الدین آشنا مشاور حسن رانی هشدار داد مرتضوی خاوری نشود نه فرار کند و نه فراری داده شود چرا که به گفته او حامل راسهای سر به مور فراوانی است اما چرا مرتضوی که زمانی قاضی بوده و همواره از احترام به قانون سخن گفته خود رو معرفی نمیکنه و هیچ واکنشی هم به خبر ناپدید شدنش نشون نمیده نکته دیگه اینه که موبایل مرتضوی خاموشه با این حساب باید ای سرنوشت فردی که با توقیف روزنامه در اواخر دهه هفتاد نامش را مطرح و سنگینترین احکام رو در دهه هشتاد صادر کرد و متهم به قتل و شکنجه بوده چه می شود؟ آیا کسی که روزگاری جلوی فرار متهمان را می گرفت حالا خود گریخته است؟ مسادیق قاچاق احسا شده آرمین قوادی پاشا اتاق خبر شده تعریف شده